آلودگی هوا در چندین کشور به ویژه در چین به سطح هشدار رسید است. دست کم در 10 شهر بزرگ و 1 شهر سنن کشور هشدار وضعیت قرمز آلودگی اعلام شده است. پکن پایتخت از جمله شهرهایی است که به علت آلودگی هوا در وضعیت قرمز به سر می‌برد. هوای ناسالم باعث تعطیلی مدارس شده است. دانش آموزان و آموزگاران امیدوارند که وضعیت آلودگی هوا بهتر شود. یک معلم میگوید که امیدوارم فردا هوا تمیز باشد و دانش آموزان هم بتوانند به کلاس‌های درس برگردند. وضعیت آلودگی هوا در شهر سینسیان در چین هم خطرناک اعلام شده است. گفته می شود غلظت آلاینده ها 30 برابر میزان استاندارد سازمان جهانی بهداشت است. تهران هم از دیگر کلان شهرهای جهان است که به دلیل میزان بالای آلودگی هوا از هفته گذشته وارد وضعیت قرمز شده. غلظت ذرات معلق در هوای تهران 7 برابر حد استاندارد سازمان جهانی بهداشت است. آمار مرگ و میر ناشی از غلظت آلودگی هوا در تهران به شدت بالا رفته است. زنگ هشدار آلودگی هوا در چند شهر اروپایی هم به صدا درآمده. شهرداری میلان تصمیم گرفته برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا تردد خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها را از روز 28 دسامبر از ساعت 10 صبح تا 4 عصر به مدت 3 روز ممنوع اعلام کند. طرح محدودیت تردد خودروها در پایتخت ایتالیا هم اجرا می‌شود. شورای شهر مادرید در اسپانیا هم برای کاهش آلودگی هوا محدودیت‌هایی برای استفاده خودروها در نظر گرفته است. افزایش آلاینده‌ها و رسیدن آنها به سطح هشدار مدارس سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین را هم تعطیل کرده است. به شهروندان توصیه می‌شود از ماسک‌های مخصوص استفاده کنند.